Sara. Luca. Sara. قراره ما بریم؟ این چیه؟ قرصاتو چرا نخوردی؟ خانم رخشان بنی اعتماد متولد 1333 که از حدود 1362-63 در کار سینما هستند، با چند سال دکه 2-3 سال سابقه مشخص سینمایی که خودشون دوست دارم بگن سینمای مستند، ولی من بیشتر ترجیح میدم بگم یک نوع سینمای گزارشی، و این واژه بعداً توضیح میدم چه اهمیتی داره. در اواسط سالهای دهه 60 به کار سینمای بلند میاد و تا این لحظه خب چیزی حدود 20 ساله که در کار سینمای بلند هستن. نگاش میکنی که اول بذار بزنم، التماس داری، بعد توهین میکنه دیگه. حالا این التماسه با ضعفت، یعنی یه لحظه مکس بمونه رو صورتش، یعنی میدونم سر قدرتی، میدونم هرچی تو بگی اون میشه، ازت یه خواهش کردم. در واقع نگاهت این معنا رو داره، بعد پیاده میشه. چهره پردازی اینا امروز اومدن، امروز افتخار دادم به امیر حسین. حالا برای تو نخورید چای اون بود اصلا پیو اخش من یادم میاد خانه رو اون چی کار داری؟ کارت با من یکی منتظرم. حالا فکر کن این یکی ما این چه فرقی میکنه؟ منترم نکن بچه بیزا. انتقاد در سینما ایران، ولی ما منتقدین سینما ایران بیشتر عادت کردیم در طول تاریخ حیات و بقای نقد فیلم در ایران به دلیل سابقه ادبی ایران و تکیهش بر ادبیات و ادبیات شفاهی، فقدان یک تاریخ تصویری در ایران، اینکه بیشتر روی مضامین بحث بکنیم، بنابراین اهمیت بدیم به نگاه اجتماع نگر یک فیلم ساز مثل خانم بنی اعتماد. اما مهمترین دستاورد خانم بنی اعتماد به نظر من در سینمای خودشون و اساساً در کلیت سینمای ایران و حتی کلیت سینمای جهان، در یکی از جذابترین ترکیب‌های ممکنه دو نگاه مستند و سینمایی و بر واقع فیلمی. ما در سینمای ایران انواع و اقسام این شیوه نگاه رو، ترکیب کوشش، علاقه، توجه به ترکیب سینمای مستند و سینمای دراماتیک رو میبینیم. شکل اجرای خانم بنی اعتماد تقریبا منحصر به فرد است، یعنی شبیه به دیگران نیست. در واقع به نظر میآید که نوع تکیه ایشون، دوز بیشتری که به قصه، به احساسات، به شور، به دراماتیزه کردن چیزها میدهند، در ایشون بیشتر مورد توجه هست. شاید این برمیگرده به علاقه و توجه ایشون به جذابیت های سینما، به ذات خود سینما به عنوان یک هنر عام، هنری برای همه مردم.
فرصت‌ها کم پیش میاد که ما خانم بنی اعتماد رو بین خودمون داشته باشیم. بنابراین من نیم ساعت کلاس رو به تأخیر میندازم که بیشتر در حضور خانم بنی اعتماد باشیم. من جزو اون دسته از کورسازایی نیستم که معمولا میگن در بچگی که قلقمون میشکستیم یواشکی سینما میرفتیم. نه اصلا اینجوری نبود. یعنی توی خانواده‌ای بودم که چون پدرم خیلی زود 9 سالم بود فوت شد و بعد از فوت پدرم شرایط زندگیم کاملا دگرگون شد. مادرم مثل همه مادرای ایرانی یا کسی که دلش میخواست با یه شرایط خیلی محدودی که یه مرتبه بعد از اون تغییراتی که تو زندگیمون به وجود اومده بود با اون شرایط محدود ما هم 3 تا بچه بودیم میخواست ما رو بزرگ کنه. یه مرتبه تو اون سنی که آدم به هر حال سن خیلی نوجوانیه، دلش تمام شور نوجوانی رو داره و نمیتونم سرخوشی ها، سرکشی ها، ولی به جای همه اینا در واقع این بغضای فرو خورده بود سالهای سال. بچه خیلی احساساتی نیستم و الان دیگه مرتبه اصلا یه چیزایی تو ذهنم نه اب نداره و حال من اینجوری عادت کرده من اینجوری هم فیلم ساختم. همون دورانی که گریم گرفت و نتونستم بگم اون شرایط خاصی که دوروبرم میدیدم، آدم های دوروبری که حالا موقعیت پیش اومد بود که من در یک جای قرار بگیرم که حرفای اینا رو بشنوم، براشون نامه هایی بنویسم، شکایت میخواستم بکنم. من خیلی هم میگم مثلا اینایی که دارم میگم از شاید 10-11 سالگی شروع شد. من یادم میاد که ساعت ها میشستم نامه هایی که شروع میشد پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر برای نخست وزیر محبوب ایران و بعد از تو کتاب کار برای اینا اون مواردی که باید اینا درخواست قانونیشون بود در می آوردن، لباس باید بگیرن، نمیدونم اضافه کارشون برای چی باشه چی باشه. این گروه دستگیر شدن، ساواک ریخت و همه اینا رو گرفت و خب من اون موقع میگم این دست به قلم بودنم انشاهایی هم می نوشتم. تو این انشاهایی که شروع کرد در آوردن و دفتر من ورق میزد یه انشا رو در آورد، یادم میاد همینجوری دست کشید، موهای بلندی من داشتم گیسی میبافتم از اینجا به پایین، این همینجور که دست کشید سر من گفت که چقدر قشنگ چقدر خوب نوشتی اینا، گیس منو یه مرتبه کشید. من هیچ وقت این درد یادم نمیره، یه چیز عجیب و غریبی بود. یعنی فقط موقعی که داشتم پسرم به دنیا می آوردم یه همچی دردی دوباره تجربه کردم، واقعا دیگه چیز غریب. وقتی اومدم طرف سینما فکر کردم که یعنی فقط سینما رو اینجوری می شناختم، یعنی من باید بتونم مسائلی رو که نسبت بهش حساسم، مسائلی که دغدغم هست، بتونم از طریق سینما بگم. رخشان بنی اعتماد بارها علاقه و دلبستگیش را به فضای مستندهای اجتماعی سالهای اول انقلاب و جرگه فیلمسازان آرمانگرا و تجربه‌گر آن دوره بروز داده است. دوره‌ای که جامعه زبان باز کرده بود و معضلات تلمبار شده آن در فیلمهای مستند دیده و بررسی می شد. در آن سالها سینمای مستند سینمایی درگیر با مسائل جامعه و مؤثر در تحولات آن معنا شد و فیلمسازان در همکاری با هم اما در تجاربی متفاوت و خاص خود قابلیت‌های سینمای مستند را برای مشاهده مستقیم و زنده تحولات جامعه در فیلم‌های پرشور و برانگیزاننده پیش رو گذاشتند. آن دوره دیری نپایید و متأثر از فضای جنگ ایران و عراق و وضعیت سیاسی روز به سرعت رو به افول گذاشت
و فیلم تمرکز بنی اعتماد شاید آخرین فیلم مهم سینمای مستند اجتماعی آن سالها به حساب آید. مدخل بیمارستان فارابی، ساعت 3 بامداد روز دوشنبه 19 آبان ماه، سال 1365 هجری شمسی. این مستندها یا این فیلم های گزارشی که چیزی هم خیلی کم ازشون باقی مانده و در اون سالها نشان داده شدن، نوع نگاهی رو در خانه به بنی اعتماد باقی میگذارند، تحت تأثیر شاید خود کودکی و نوجوانی متلاطم خودشون در تهران، زندگی پرتلاطم اولیه در سالهای وقوع انقلاب اسلامی، باعث میشه که ایشون در واقع مشخصاً صاحب یک نگاه دور به اجتماع بشند، به مسائل اجتماعی، و صاحب یک نگاه آرمانگرا، صاحب یک نگاهی که در واقع انسان رو تابع شرایط اجتماعی و محیطی خودشون میدونن. ببین، یه واقعیت وجود داره و اون اینه که سابقه اون دورانی که در تلویزیون ما فیلم میساختیم، دوران مستندسازی خاصی بود، دورانی بود که تو با هر فیلم هیجانات شرایط و دوران، ولع حرف زدن، ولع توضیح دادن، این چیزی بود که در کارامون خیلی زیاد بود. شهر غبارآلود، شهر آلوده، شهر آغشته، آغشته به دود و دود و دود، شهر مسموم، شهر هیاهو، شهر ازدهام، شهر آهن و پولاد و سیمان، شهر مشقت، شهر مبارزه، شهر مسابقه، ماراتون کسب امکانات محدود. شهر تراکم، شهر تمرکز، شهر تحمل، شهر تورم، شهر جنجال و صدا و صدا و صدا، شهر سرسام. همیشه باز حسرت اون دوران میخورم، اون دورانی که شاید کارای موندگاری که الان بشه ازش اسم برد خیلی های ماها نداشتیم. بیشتر میگم، بیشتر از اون که مهم باشه که چه کاری میکنیم که خودمون مطرح بشیم، اون دوره مستندسازی مهم بود که چی داریم میگیم و همین که میگی تکلیف جهان رو روشن بکنیم. گفت بلیط پیششه و ساعت 3 هم فروکلاس. مامان یادتون باش بعدم بهتون برگردونم. حالا انگار فرار میکنم. هم مرتب بدهکارم به مادر، ازشون پول قرض. بیا رخشان گفتن شما کار خودت بکن. سر دینجا نخوریم. دیشب فوتبال رو با هم تماشا کردیم، هم غذا درست میکردم هم فینال میدیدم، ولی پدر دختر هیجان زده عجیب و غریب بود. جهان ایتالیایی بود. آره، جهان ایتالیایی. من فکر میکردم فرانسه میبره، ولی دلم خواست ایتالیا ببره که شد بیبره. خب دخترم، شما باید سپرده من تو بندازم ببینم با کتاما. خوب نه، شما اصلا کاری بدون نمی داشته باشی. شما کاری نه، این فیلم مامان یاد فیلمای خانوادگی که معمولا برای تندیس هر چند وقت یه بار فیلم میگیریم میدرسیم. خیلی معمولی دوتایی با هم دیگه آره. صحبت کنیم. آره. مامان کار کرده چی کار کنیم؟ چه جوری ساد؟ آره، بگیم شما چی کار کنیم؟ به سلامت شما داریم میگیم. چند روز طول میکشه؟ من 5 روز، شاید هم 7 روز. Thank you.
خانواده نامه بنویسم، فریاد بکشم، التماس کنم و همه چیزم چند سال تجربه هایی که تو این دوران پیدا کردم واقعا میشه گفت مهمترین و با ارزشترین منبع نوشته های بعدیم شد. شاید زندگی نوبر به من ربط نداشت، شاید نرگس خاص مربوط به زندگی من نبود، شاید آفاق در زندگی دور و برم نبود، ولی همه این آدم ها از اون جاهایی اومدن که من خواسته و ناخواسته در شرایطی از موقعیت های مختلف اجتماعی قرار گرفتم که به شدت با این آدم ها درگیر عاطفی شده بودم. یا زنان مسن جا افتاده، همه به دنبال یک امنیتن، به دنبال یک پناهن، همه علاقمند به تشکیل خانوادن، یک تجمع. از زن متجدد بانوی اردیبهشت گرفته که با فرزند خودش یک اجتماع کوچک رو شکل میده تا خانواده پرحجم زیر پوست شهر، همه به دنبال امنیتن. زنان عاشق میشوند برای اینکه تشکیل خانواده بدهند و مردان خانواده در واقع فقط پناهگاه‌هایی برای این امنیتند. زن فیلم روسری آبی اگر به اون مرد جون کنه، نه به خاطر عشق، شاید به اون مرد که عشق میده، شاید اون مرد احساس در واقع نوعی یادآور اون درون مایه قدیمی سینما ایران هستند، یعنی نوعی بحران برخورد سنت و تجدد، بحرانی از جامعه ای که در ترکیب ناپایداری از سنت و تجدد گیر کرده و در واقع عدم امنیت و بیپناهی این زنان، به خصوص این زنان، ناشی از برخورد این دو شکل از زندگی و تعادل ناپایداری است که در هر لحظه بر این پایه قرار گرفته است. همه اینها شاید از زندگی خود خانم بنی اعتماد بیاد، شاید از نوعی کارش در دوران تلویزیون و آگاهیش بر مسائل اجتماعی ایران بیاد، ولی می شود گفت با دقت که خانم بنی اعتماد این نوع در پرداختش به این درون مایه بسیار آگاهانه است، نوعی فکر شده است، برنامه ریزی شده است و به نظر میاد که احتمالاً این همچنان درون مایه آثار خانم بنی اعتماد خواهد ماند، چون به هر حال این در ذهن هر هنرمند ایرانی همچنان ریشه داره و همچنان ما داریم هنوز با این مقوله در سینما ایران کار میکنیم. آقای گودرزی نیستن؟ آقای گودرزی نیستن؟ یه ماشین به ما بدین برای دوازم آن که بریم چسته فکر این موقعیت از کیه؟ موقعیت نرگس این باز اینم یه مسئله که همیشه توضیح دادنش برای من سخته. هیچ وقت هیچ فیلمنامه من یادم نمیاد که هیچ کدوم از فیلمنامه هم اینجوری شروع شده باشه که ما یک طرحی میرسیم به یک طرحی که مثلا نرگس دختر جوانی است که عاشق پسری به اسم عادل میشود و هرگز من خلاصه فیلمنامه هم همیشه بعد از تمام شدن فیلمنامه است، یعنی هیچ وقت قصه یا خلاصه طرحی برای نوشتن برای هیچ کدوم از کارام نداشتم. یه دلیلم داره، اون چیزی که مهمه موقعیت انسان در یک شرایطیه، یعنی وقتی که راجع به موقعیت یک دختری که تو شرایط سختی زندگی میکنه و با چنگ و دندون سعی میکنه که خانواده‌اش رو حفظ کنه، مردی که دوست داره حفظ بکنه و حالا چقدر موفق میشه یا چقدر مانش میدم که با دو تا بچه و شوهری که نیست، حالا در یه دفتر بهزیستی به دنبال پیدا کردن یک راه نجات میگرده. اصلا نمیتونم فکر کنم اگه از اونجا اومد بیرون یه ماشین جلو پاش وایساد گفت 20,000 تومن بهت میدم سوار نشه. یعنی انقدر این در واقع لغزش، انقدر روی آوردن به طرف
اون شرایطی که اسمشو تو پلیدی میذاری، شر میذاری، انقدر نزدیک و سایه‌وار با اکثریت آدم این جامعه همراهه که دیگه اصلا به نظر من بی‌انصافیه. اگر ما دیگه اصلا خوب کیه؟ بکنم به گوشیرم بعد دو سه روز نمیتونستیم باش تماس بگیریم، تلفن خونش زنگ نمیزن. الو طاهر خانم سلام، خوبی؟ ما اول جاده ورامین هستیم. یه بار دیگه من میخوام آدرس باید چک کنم، بگو لطفا من یادداشت کنم. چند تا بچه داری؟ 6 تا بچه دارم. 6 تا اتاق داریم. طاهر 31 سالش بود و 15 سالگی ازدواج کرده بود. 6 تا بچه داشت و تا دوم راهنمایی هم درس خونده. 15 سالش. غیر از مسائل بهداشتی چه مشکلاتی داری؟ مشکلی نداری و بیکاری نداری، فقر سوختی. بنی اعتماد در این فیلم ها رو به کی نشون میدیم؟ حدود 10-12 شخصیت شهرک فاطمیه در جنوب تهران را ابتدا در میان جمع و بعد از رفتن آنها از شهرک در تنهایی ناگزیرشان دنبال کرده است. فیلم پر از لحظه های گفتگوی در خلوت فیلمساز با آدم هاست و چهره مردم شناسانه آن بر فضای اجتماعیش غلبه دارد. ضمن آنکه نشانگر علاقه بنی اعتماد به مستندسازی است که تا امروز ادامه داشته است. این فیلم ها را به کی نشون میدین؟ به لحاظ بررسی تأثیر غیر مستقیم اما مهم رابطه فیلمساز با آدم‌ها و موقعیت‌های واقعی در روایت و شخصیت‌های داستانی فیلم‌های بنی اعتماد هم فیلم مهم است و نشان می‌دهد که باورپذیری و تأثیر فضا و آدم‌های فیلم‌های موفق او از کجا مایه می‌گیرد. چی شد وضعیت خونه‌تون؟ چی شد وضعیت خونه‌تون؟ حالا این چند روز پیش اومدن به مال آقامو گفتن که چیزه بیان ناحیه انتظامی اونجا، بعد رفتن نبودن، کسی نبوده. همیشه در طول همین سالا بعد از فاطمیه تو خیلی از مصاحبه ها و خیلی از گفتگوها مثالی که میارم راجع به طاهر خانم که خب کسی نمیشناسه که ولی همیشه واقعا اشارم به زنایی مثل طاهر است که هوش دارن، ذکاوت دارن، میتونستن اگه شرایط مناسب براشون بود رشد بکنن و بعد اینا تو سن خیلی جوانی که چه عرض کنم در واقع نوجوانی ازدواج میکنن، بچه‌های پشت هم خیلی نگران اصلا این چهره من رو برام تداعی میشه وقتی میرسیدیم، چقدر منتقم، چقدر مثلا نگران بچه‌ها رو به چنگ بودن گرفته بوده همینطوری حس میکرد. خب نه خیلی خوشم از بچه خوبیه. یه فرخونده هست. آخه. بله فرخونده هست. شما بیا تو رو خواهد. تو جوگی خواهد. نه سر خانم دو بروی ما بودن. برکه دیگه دخترش اومد برد. اونم گذاشتن تو خیابون جلوی کهری زن. دیدمش یه جور دلخوری به هم ریختن وضع درس بچه ها شده. رفتم آخرش 950 تومن، اونم چی در هفته دو روز مدرسه داره. از آن دو تا بچه هم ترک تحصیل کردن به خاطر همین وضع محیط اینجا. بعد از یه مسئله مقدماتی شهر داری به این نداره که هیچ ممکان اصلاح در اینجا وجود نداره. اهالی باید کلن جان داره. خودت گواهی من کجاهای که ندویدم دادگاه دویدم. یه استناد پایه نوشتن فیلمنامه ای می شود دراماتیک که حالا میزان تأثیر دراماتیک پررنگی یا کمرنگی خط دراماتیک بستگی داره به توجه ایشون، به تجربه ایشون
وجه مهم سینمای خانم بنی اعتماد که در تمام طول دوره فیلمسازی ایشون به نظرم یک وجه مهم هست که باید حتما ذکر بشه، روحیه تجربی ایشونه. اینکه در هر فیلمی میکوشن یک قدم جلوتر بردارن، به چیز جدیدی برسن، چیز جدید رو امتحان کنن. در همین نوع ترکیب مستند و داستانی شما میبینید که فیلم به فیلم نسبت به میزان این ترکیب، میزان تکی بر استناد، شروع از دراماتیک، از یک نطفه دراماتیک، تغییر وجود داره. یکی مثل بانوی اردیبهشت، یکی مثل روزگار ما. پررنگ ترین قصه کاری من بود، قصه با شخصیت های زیاد، موقعیت هایی که هر کدوم زمینه موقعیت بعدی و موقعیت بعدی متأثر و یا واکنش موقعیت قبلی و با یک ساختار کاملا روایی بود. شاید یکی از موفق ترین فیلم ها من بود به لحاظ برقراری ارتباط با مخاطب، با منتقدین و حتی جشنواره های خارج از کشور. از ابعاد مختلف موفق بود. ولی یادم میاد یه زمانی وقتی که تو کوره پسخونه داشتیم کار میکردیم، که شاید خودت هم یادت بیاد، پلانی که سیمین با برادرش در واقع رو به میدان آجرپزی و دوربین پشت سر اونا یک نمای دو نفره ای از پشت میگیره. زمانی که داشتیم پلان میگرفتیم یک لحظه به نظرم رسید که من دلم میخواد دوربین رو از روی این دو نفر رد کنم و برم توی اون میدون آجرپزی و زندگی اونجاست، فیلم من قرار اونجا ساخته بشه. و یک تردید بی نهایتی در یک آن به من هجوم آورد که من واقعا دارم چی کار میکنم؟ یعنی آیا زندگی که من دارم تصویر میکنم چقدر با واقعیت دردی که توی اون میدون و بین اون آدم ها برقراره چقدر تصویر این موقعیته؟ علاقه و اون میلی که من از طریق کار مستند، ارتباطی که برقرار میکنم، ارتباط بیواسطه‌ای که مقید به هیچ چی نیستم، به این که قراره که فیلم چجور نمایش داده بشه، قرار هست که چه میزانسنی داده بشه برای تصویر یک موقعیت، شرایطی که مستند، میلی که همیشه در مستند برام وجود داره، شاید بعد از این لحظه به شدت پررنگ شد. و بعد از اون تجربه های دیگه هم هر کدوم مثل بانوی اردیبهشت، مثل زیر پوست شهر، مثل خونبازی، گیلانه، سعی کردم که تا اونجایی که ممکنه خودم رو از قید روایت قصه رها کنم، به این معنی که این امکانه پیدا کنم که بتونم در پرداخت موقعیت جای مانور داشته باشم. منتقدین مشکل این سبک جلوه کنه، اینکه چگونه می شود نگاه مستند، سبک اجرایی مستند رو، گزارشی رو، یعنی سهولت دوربین، کار با دوربین های دیجیتالی، دستی، راحت، خانگی رو با یک فیلم نامه منسجم ترکیب کرد. این بسیار سخت و دشواره. به نظر میرسه که نگاه مستند و سبک اجرایی مستند اگر میخواد در قصه پیاده شه، باید قصه آزادتر حرکت کنه. اتفاقا من فکر میکنم نکته جذاب فیلم خانم سینمای خانم بنی اعتماد در اینه که میکوشه این دوتا رو ترکیب کنه. اگر هم تا کنون با دست انداز بوده، شاید به خاطر همینه که هنوز راهش پیدا نشده که چگونه میشه یک فیلمنامه منسجم داشت که حتی توش بعضی از دکوپاش ها به شکل کلی عکس نویسی ها رعایت شده باشه، اما در اجرا، در نگاه و در شکل اجرایی آزاد و رها بود. موسیقی
قوانین رو بفرستم ایشون شهرستان. بله اساساً هم حالا فعلا یه جا میذارم تا خودم بتونم پیدا کنم خونه. کاملا مستاصل شده بود و ما فکر کردیم در فرصتی دوباره با دلال خونه صحبت کنیم، شاید صاحب خونه رو راضی کنه. بنی اعتماد در فیلم های داستانیش به سمت کم رنگ کردن ماجراسازی و قصه پردازی می رود و در فیلم های مستندش از تمرکز تا روزگار ما به برجسته کردن حضور شخصیت ها و گنجانیدن نوعی روایت در فضای مستند رو آورده است. این دو مسیر گویی قرار است در جایی فاصله میان فیلم‌های مستند و داستانی بنی اعتماد را از میان بردارد و او را به نوعی از سینما برساند که بی دغدغه گرفتاری‌های ماجراسازی و قصه‌گویی یا مستندسازی مستقیم به ترکیب ایدئالش از قابلیت‌های سینمای داستانی و سینمای مستند دست یابد. همشون جمع هم دیگه، دختراش دیگه، عروسش هم که اومده. این هم دیشب انگارم طول هم کمود گرفته بودم، لباس گرفته بودم، همه هم شد دور همه جمع شده جشن گرفته. به نظر میاد خانم بنی اعتماد در طول دو سه سال اخیر در واقع جوری در پی گشایش راهی هستند، در پی تجربه جدیدی، دست یازیدن به ترکیب تازه‌ای، به در پیدا کردن به یک قالب جدیدی از سینما. شاید بشود گفتش که حجم آنچه در ذهن به شکل فکرهای بلند جریان داره بسیار پررنگ‌تر از اونه که یکیش بتونه برجسته شه، یه چیز جدیدی ازش بیاد. باید منتظر این به این باشیم که فیلمسازمون دو سه تجربه بکنه. شاید لازمه که این دوربین جدید خانگی دیجیتال سهل الوصول با حذف بسیاری از تمهیدات تولیدی ما رو به یک زبان تازه‌ای، به قالب جدیدی از سینما برسونه. در واقع می شود گفت که خانم بنی اعتماد در طول این سالها شاید اساساً در حال انجام مشق‌هایی بودند برای رسیدن به زبان تازه‌ای از سینما. منتظر می‌مانیم. نمی‌دونم چقدر واقعاً دیگه زمان به این فرصت میده که من بخوام تجربه کنم، ولی خوشحالم که هنوز در 52 سالگی میل تجربه جویی هنوز ازم گرفته نشده. نمیدونم فرصت ساخت چند تا فیلم پیدا میکنم، ولی این اتفاق ذره ذره میفته. یعنی در خونبازی میشه گفت بیشتر از کارهای دیگم خوشحالم که نزدیک شدم به شکلی که هیچ الگویی هم تو ذهن ندارم، هیچ ادعای ضد قصه هم ندارم. من باید به یک ساختاری از فیلمنامه برسم که این موقعیت و این امکانو برام فراهم کنه که بتونم در گذر از موقعیت‌های مختلف در واقع درون خود موقعیت به یک عمقی برسم، به یک حسی برسم که جدا از پس و پیش خودش یک مفهوم داشته باشه. این اون چیزی که دنبالش هستم و نمیدونم بالاخره میرسم یا نه. گفت باید طلا بگیری از سر تا پایین دختره. شروع پاک کردم. نه خب جهان ببین، باید وقتی پاک میکنه صورت خودش پشت دست خودش باشه که این رو صورتش پاک شه. ادامه بدن. ساکت تو. حرکت داخل صحبت نباشه. حرکت.